شما خیلی تحلیل ها تا امروز شدیدین که اگر آقای قالیباف میومد قطعا آقای قالیباف رئیس جمهور بود. نه نه، خانواده آقای قالیباف خیلی با آقای قالیباف ظلم کردن. جلیلی پاک دستی و سلامتش برگ برندش بود. شاید در نوع مدیریتش، سوادش، نوع تفکرش، دیدگاهش خیلی باش بحث داشتیم، ولی قالیباف در افکار عمومی، تکرار میکنم، خانوادهش خیلی بهش ظلم و جفا کردن. امیدوارم که نخواهید بازش کنم. ولی بالاخره اینکه آقای قالیباف یه آدم توانمند اجرایی است و اینا، حالا ابهاماتی داره که اون ابهامات هم برطرف بشه، ولی نه این شکلی نیست. و واقعا هم آقای قالیباف مشاورین بسیار بسیار بدی داره. یعنی من خودم هم دختر دارم، ولی آمدن دخترش با اون ادبیات تو پای تلویزیون و عذر میخوام بسیار بسیار طلبکارانه و انگار که اصلا یه ظلمی هم بهش شده که اصلا و ابدا این شکلی نبود، خیلی با آقای قالیباف سر بزن. نه اصلا شاید آقای قالیباف میمد راحت تر آقای پزشکیان رای میآورد. یه خورده با آقای جلیلی بحث جانبازی ایشون، بحث سلامت نفس ایشون رو داشتیم، بحث پاک دستی خودش و خانواده‌اش رو داشتیم. اینکه حالا شاید یه خورده فرستادن آقای ثابتی به عنوان دختر آقای جلیلی به جلسه دختران شاید مورد ابهام بود، ولی خب خانواده مقیدی داشت که اینا نتونستن نمیومد. اینا خب بخشی از جامعه اینا رو میپذیره. خود آقای جلیلی هم، ما با آقای جلیلی اصلا، من خودم یه توییت زدم پشت سرت نماز میخونم، ولی باش نوع نگاه به روابط بین الملل، نوع نگاه به اداره کشور، نوع نگاه به نظام مدیریتی و سوابق، نوع نگاه اقتصادیش، یعنی من با مشاور، نوع نگاه مذهبیش که حالا حتما نمیخواید من اسم ببر، اینا نشون میداد که نوع نگاه جمهوری و حکومت اسلامی و این داستان ها، اینا عواملی بود که کارو سخت‌تر کرد برای آقای پزشکیان. اگر آقای قالیباف می اومد یه شوخی با شما بکنم، سیبل خوبی بود، چون ضعف های حواشیش بیشتر بود. آقای جلیلی ضعف حواشی نداشت، آقای جلیلی فقط ضعف نوع نگاه مدیریتی و تفکر حکمرانی کشورش دوچاره، یا از نظر ما ها، نمیگم 100%، از نظر ما اینا اشکال داشت. ولی آقای قالیباف خب بالاخره نه خیلی جای زدن داشت، نه شوخی شو، جای زدن زیاد داشت. اتفاقا آقای جلیلی جای زدن زیاد نداشت.